ابو معرف شاعر و مترجم اهل آبادان با ما همراه شدن. خیلی خوش آمدید. آقای ابو معرف، شما با مردم آبادان در ارتباط هستیم. چی میگن مردم در مورد فرو ریختن این ساختمان و اقداماتی که صورت گرفته تا الان؟ عرض سلام دارم خدمت تمام بینندگان محترم. من قبل از هر چیزی تسلیت بگم به تمام مردم ایران، به خصوص مردم شهرم آبادان و خرمشهر و جزیره نیمه. مردم اصلا از این وضعیت راضی نیستن. نگاه کنین شما، حکومت از بد و اتفاق افتادن فروپاشی این ساختمان فقط به دنبال کتمان ابعاد فاجعه بوده. یعنی بعد از اینکه این جنایت اتفاق افتاد، اینها تمام تمرکزشون رو گذاشتن فقط بتونن اخبار رو تحریف کنن، اذهان عمومی رو به اون جهتی که خودشون میخوان سوق بدن و اصلا فکرشون و دغدغه‌شون این نبوده که بخوان خدمت کنن به مردم، کمکشون کنن، کسی شاید از زیر آوار زنده در بیاد، اجساد رو پیدا کنن. اینها دقیقا توی مرحله آخر اهمیت قرار داشت واسهشون. در مورد رفتار حکومت با مردم چطور؟ آیا برخوردی که حالا چه در زمان امدادرسانی و آواربرداری صورت گرفته، چه سرکوب معترضان و غیره، مردم چه میگن؟ نگاه کنین، من حالا خودم چون تا حدود 9 ماه پیش خودم آبادان بودم و 30 سال اونجا زندگی کردم، هم خانواده هم دوستان زیادی رو اینجا دارم و از بطن فاجعه کاملا خبردارم و مدام در تماس هستیم. اول این رو بهتون بگم، من حدود 5 دقیقه قبل از شروع برنامه شما با آبادان تماسی که داشتم با دوستان، صدای شلیک بسیار وحشتناکی می اومد و خیلی ترسیده بودن از دل همون تجمعات. نگاه کنین، به شدت داره همه چیز پنهانکاری میشه. شما تمام تمرکزشون این بوده که مردم رو بتونن از نزدیک ساختمون دور بکنن و نگاه کنین، من از چیزهای منابع موثق خبر دارم که از همون روز اول نعشهایی که حالا بیرون میکشیدن، پیکرهایی که میبردن، حتی 2-3 تا با هم میذاشتن که یه دونه به نظر برسه و تا میتونستن تمام سعیشون بر این بود که آمار رو پایین نشون بدن. تمام کسانی که اطراف ساختمون هستن، از بچه های خود سپاه هستن و فقط اونا مجوز تیم برداری دارن، توی این اینستاگرام در حال لایو گرفتن هستن و دقیقا از نقاطی که دلشون میخواد فیلم میگیرن، هر جا که دلشون میخواد صدا رو قطع میکنن و مدام در حال تحریف واقعیت هستن که اینجا همه چیز عالیه، همه دارن خوب امداد میکنن، امکانات بسیار فوق العاده است. من نمیدونم این چه امکاناتیه که الان بعد از 6 روز هنوز جنازه هایی زیر اون هست. همش 10 طبقه بود. حالا 10 طبقه واقعا چیز زیادی نیست. توی شهر ما این خیلی عدد زیادیه برای یک ساختمون. وگرنه راحت کشور ایران فکر نمی کنم کار سختی بوده باشه واسش که بخواد حالا نیروهای متخصص بفرسته، تجهیزات بفرسته که بتونن اجساد رو خارج بکنن. آیا متاسفانه این همتی در این خصوص وجود شنیده شدن صدای شلیک گلوله؟ ما هم ویدیو اختصاصی داریم فرستادن واسمون الان از شهروندان آبادان که روایت میکنن شلیک ماموران و پرتاب گاز اشکاور رو میگن که در ویدیو صدای شلیک هم شنیده میشه در واقع تصدیق صحبت شما. شاهد همبستگی مردم هستیم در شهرهای مختلف ایران با سوگواران و خانواده جان باختگان. این همبستگی چه پیامی رو به حکومت میده به نظر شما؟ من قبل از اینکه به این سوال شما پاسخ بدم، من با چند تا از دوستان داشتم صحبت میکردم قبل از اینکه با شما حالا تماس بگیرم، یعنی شما زنگ بزنید. بوی گاز اشکاور وحشتناک پیچیده. نگاه کنید، امیری، خیابون امیری مسکونی، همزمان که حالا بازار آبادان، مرکز بازار آبادان هست، اون اطراف پر خونه های مسکونی. الان خیلی ها مریض دارن. متاسفانه انقدر بوی گاز اشکاور پیچیده که مردم تنفس واسه شون خیلی سخته، حتی توی خونه ها، یعنی حتی اونایی که به خیابون نیامدن. حالا شما صدای تیراندازی هم در کنارش بگذارید که چه رعب و وحشتی ایجاد کرده.
در مورد این همبستگی که شما می‌فهمید نگاه کنید، درد یکیه. وقتی یک سیستم انقدر فاسده، انقدر خرابه، خواه نخواه توی به شیوه های مختلف با اتفاقات مختلف تکرار میشه فجایع و این جنایت ها به اشکال مختلف، یه بار هواپیماست، یه بار غرق شدن کشتیه و هر بار به یک نحوی داره خودشو نشون میده، یه بار ریختن ساختمونه و همه مردم این رو باید بدونن. اگه بخوان بی‌تفاوت باشن در مقابل این جنایت، دیر یا زود حتما اتفاقات مشابهی باز هم خواهد افتاد و انقدر همه چیز توی ایران متاسفانه بد داره مدیریت میشه، انقدر همه چیز با فساد داره برنامه ریزی میشه و داره پیش برده میشه که لاجرم همه درگیرن و برای همه اتفاقات این چنینی خواهد افتاد. ما باید این رو بدونیم که راه نجات همه ما اینه که کنار هم باشیم و از همدیگه حمایت کنیم. هیچ راه دیگه ای نخواهیم داشت. سپاسگزارم حامد ابو